سلام و درود خدمت شما علاقمندان صفحه تحلیل تکنیکال رضا خانتاراج هستم، با تحلیل هفتگی در کنارتون هستم. تا انتهای این تحلیل باشی یه تحلیل جامعی از بیت کوین خواهیم داشت، اما اول بریم سراغ تقویم اقتصادی این هفته که قرار روز دوشنبه رو با تعطیلی بانک مرکزی کانادا و ایالات متحده شروع بکنه. بازارهای مالی تعطیل خواهد بود و عملا روز کاری هفته از روز سه‌شنبه شروع میشه. این هفته هفته مهمیه، چون وقتی که سه‌شنبه شروع بشه با کش ریت دلار استرالیا شروع میشه. این هفته دلار کانادا هم روز در حقیقت چهارشنبه کش ریتش اعلام میشه و به نظر هر دو بانک مرکزی تا اینجا یه کار پیش بینی کارشناسا اینه که ریت بهره بانکیشون رو ثابت نگه دارن. روز چهارشنبه رأس دقیقا میتونم بگم نیم ساعت بعد باز شدن بازار سهام قرار ISM PMI در واقع بیاد و تو بخش سرویس هفته گذشته منیفکچرش اومد و میتونه تاثیرگذار تو بازار آمریکا باشه. روز پنجشنبه اتفاقی که میفته یه خبر مهم تو بانک مرکزی سوئیس که در واقع رزرو میتونم بگم ارزهای خارجی تو بانک مرکزی نشون میده که عددش میتونه مهم باشه مثلا تو بازار فارکس. همون روز ابتدای در واقع باز شدن بانک‌های ایالات متحده قرار آنیپلومنت کلیم هفتگی طبق روال بیاد و یه اسپیک هم یکی از اعضای FOMC خواهد داشت، نام هارکر، که میتونه مهم باشه. روز جمعه اما 8 سپتامبر آنیمپلویمنت و ایمپلویمنت چنج در حقیقت دلار کانادا میاد، میتونه تاثیرگذار باشه و این خبرهایی باشه که این هفته از هفته کم خبری بازار داره آماده میشه کم کم برای 20 سپتامبر و CPI و PPI که تاثیرگذار خواهد بود تو فدرال فان ریت. پس حواستون باشه پشت چارتا، این هفته هفته کم خبریه و شاید موقعیت ها زیبا و قشنگتر از همیشه پیش بیاد. اما بیایم سراغ بیت کوین. بیت کوین چارت بسیار زیبایی که قطعا این مدت دنبال کردین همراه هم، و بریم یه تحلیل در واقع اضافی بکنیم، تحلیل بکنیم، اضافه بکنیم تحلیلامونو به تحلیل هفته‌ای گذشته، ببینیم بیت کوین قراره چی کار بکنه. یک، بیت کوین اومد از بالا نشست روی این ناحیه همونجوری که انتظارش رو داشتیم، یه واکنش خوبه در حقیقت 2000 دلاری داد، رفت تا 28000 خورده ای. انتظار هم این بود تا 28500 بیاد، اما 28000 عدد خوبی بود، همونجا نشست و دوباره شروع کرد به ریزش خودش. تحت تاثیر اخبار این در واقع پامپ و دامپ صورت گرفت. اما بیایم ببینیم همچنان این ناحیه مستطیل من که از در حقیقت میتونم بگم ماه ششم ادامه دار بوده، ماه جون ادامه دار بوده تا امروز همچنان هست، منتها از الان به بعد دیگه نقش یه ساپورت و رزیستنسش عوض میشه. یه موقعی ساپورت بود، ما حرکت صعودیش رو گرفتیم، حالا نقش رزیستنس چون قیمت اومده زیرش. یه نکته بسیار مهم، استاپ‌های زیر بیت کوین بسیار مهمه، یعنی به نظرم بیت کوین باید بیاد این استاپا رو بگیره، حتی اگه روندش صعودی باشه، حتی اگه روندش نزولی باشه، هیچ فرقی نداره. فعلا که بازار داره تو اون موج نزولیش میره، اما میخوام بگم حتی اگه بخواد تغییر جهت مثبت هم بده، من منتظرم که این استاپا گرفته بشه که در حقیقت بازار هلتی بشه. اما بازار از کجا میخواد شروع کنه به ریختن؟ اگه بیایم بیت کوین رو نگاه بکنیم، بیت کوین یه محدوده خوب، یه ترنینگ پوینت بسیار عالی اینجا تشکیل داده. پس من این زخامت رو حذف میکنم، الان میارمش اینجا، میذارم توی این محدوده. به واسطه کدوم ها؟ به واسطه دوتا شدویی که داریم من یه ترنینگ پوینت میذارم. پس بیت کوین انتظارم اینه که برگرده به اینجا و بعد شروع بکنه ریزش خودش رو ادامه بده برای گرفتن این استاپ ها و شاید این استاپ بزرگتر 24800 این ور. ببینیم چه اتفاقی میفته. هر ضعف منتظر دیدن ضعف بایرام دیگه، دومین کندل ضعف بایرام احتمالاً تشکیل میشه و میتونه کاملا بیت کوین رو بکشونه ببره پایین. چارت ویکلی بیت کوین هم یه جورایی آماده است، اگه بیت کوین بخواد بریزه از اینجا بریزه. اما
تو ویکلیش یه ناحیه داریم، ناحیه‌ای که اینجاست، ناحیه آبی من 22 نزدیک بگیم 23000 تا 22700 اینجا نشسته که کاملا بازار میتونه رالی کنه بیاد تا اونجا. اگه بخواد مقاطع پایینتری رو بیت کوین بگیره به نظرم میتونه کاملا حتی تا این ترنینگ پوینت 18000 هم بیاد. اینا رو قبلا تو تحلیل هفتگی گفتم، صرفا جهت مرور میگم و ناحیه‌ای که حالا اینجاها داریم میتونه کاملا تاثیرگذار باشه. پس یه ناحیه بالا، ناحیه بعدی اینجا و اگه عبور کنه این هفته کاملا میتونه شکننده باشه برای برگشت یا برای تارگت. بگیم اگه سلر باشیم بالا تارگتمون میشه این یا این عبور کنه از هر کدوم، و اگه بخوایم بایر هم باشیم احتمالا این دوتا ناحیه رو در واقع مد نظر قرار میگیم. بیت کوین کاملا شکننده و جالب داره رفتار میکنه، علارغم اینکه گزارش های مختلفی میاد که همچنان نهنگا و سرمایه گذارا مشغول خرید بیت کوینن. کاملا اگه بیاد اینجا فعلا دو روزه که نتونسته کندل در واقع یه روزو کاور بکنه، پس بنابراین اگه ضعف نشون بدن کاملا میتونه بریزه. از کجا میریزه اینو دیگه دنبال میکنیم، میتونیم تو تایم فریمای پایین‌تر هم دنبال کنیم. این از چارت بیت کوین که جذاب داره رفتار میکنه. بریم سراغ چارت بعدیمون، یه بازار نمونه دیگه، بازار سهام ایالات متحده که بسیار مهمه و داره یه کارهایی انجام میده. چارت سهام ایالات متحده رو تحلیلشو همزمان باید بکنم با تحلیل اپل، اما تو چند ساعت آینده سهام اپل رو تحلیل جامعش رو میذارم به علاوه در واقع حالا تحلیل شاخص ها. اما شاخص سهام ایالات متحده نزدک کاملا اومده رو اون ناحیه ترنینگ پوینتی که ما داشتیم روز جمعه رو، یه حالت نگاه کنین حتما بایرایی بودن که کندل رفتن بالا، پس احتمال داره حالا روز دوشنبه سه شنبه بازار بیاد یه رالی بکنه بره بالا، استاپ رو دوباره برداره شادو بزنه و بعد شروع بکنه به ریزش. کاملا میتونم بگم که ریزش این بازار رو میبینم، اما اینکه با کدوم کندل شروع میشه چند تا حالت داره. یک، به خاطر اینکه در حقیقت این شادو مقاومت سلراست، پس بنابراین معتقدم بایری بوده این بالا، احتمال داره بایرهای بعدی بیان این هفته مثلا دوشنبه سه شنبه که بازار رنج یا شاید بازار ادامه دهنده هفته گذشته باشه بیاد حرکت بکنه بره این شادو رو بگیره و بعد شروع کنه ریختن، یا اینکه بازار بیاد روز دوشنبه حالا یا سه شنبه که تعطیل میشه در واقع ترس تعطیل میاد بیرون، بازار بیاد کف این دوتا کندل رو، کندل روزانه رو بگیره، اون موقع دیگه بازار شروع میکنه ریختن. بیت کوین هم تحت تاثیر نزدک میتونه کاملا قرار بگیری و ریزش داشته باشه. ویکلی چارت در حقیقت نزدک هم جذابه، حتما تو کانال سابسکرایب کنین چون یه تحلیلی از اپل میذارم، اپل قراره که به نظرم این بازار رو تکون بده. چارت بعدیمون مطابق همیشه چارت طلا رو دیگه خیلی سریع بهتون بگم، چارت ویکلیش رو قطعا دیدین همچنان لو پایین تر زده. چارت ویکلیش میتونه حرکت نزولی داشته باشه، حواسمون به این قسمت شادو پایین، در حقیقت شادوهای پایین هست این شادو و این فضای خالی که خلع بود و قیمت اومد. اگه قیمت طلا رها بشه اولین جایی که انتظارم تست بشه اینجاست، کندلاش هم خوب بسته شده، باز دوباره کندلای طلا داره به ما میگه که به خاطر این مقاومت، البته این بیشتر جمع شدن مقاومتی که کرده از بالا این دوتا شادوه، همونجوری که تحلیلش رو تو اینستا هم گذاشتم، پس بنابراین اگه بازار زیر این دوتا رو تست بکنه به نظرم میره برای پایین تر. طلا شاید یه حرکت ریزشی رو داشته باشه، حتی اگه ریزش قطعی و ورود به کانال 1800 و شکست این کف و ورود به اون زخامت کف نباشه، حتی برای صعودم به نظر من طلا باید بشینه یه افتی بکنه و بعد حرکت صعودیشو ادامه بده. در هر دو صورت طلا باید از این مقطعی واکنش داشته باشه، سبک کنه خودشو از در حقیقت این حجم بایرایی که تو بازار بودن. خب
اونور قطعا طلا میتونه تأثیر پذیر باشه از دلار آمریکا. USDCHF 4 ساعته یه چارت بسیار جذابیه که من نواهیمو یه ذره خلوت میکنم، ترنینگ پوینت ها رو حذف میکنم و کاملا همونجوری که میبینین روند صعودی خودش مقطع به مقطع ادامه داشته. جمع شدن زیبای هفته گذشته سوئیسی، جمع کردن زیبا که این شادوها رو گرفت و یه حرکت رو به بالا رو داشت و ببینیم چی کار میکنه این هفته. به نظرم پتانسیل این رو داره که حتی اینجا واکنش نشون بده، شاید ابتدای هفته ریزش داشته باشه. البته بخواد این ناحیه رو در واقع نسبت به این ضخامت بگیم دیگه، نسبت به این ضخامت سوئیسی واکنش نشون بده، قطعا به نظرم روی یه خبر مهم خواهد بود. اگه واکنش موقت نشون بده، اولا اینو بره بشکونه منتظر میشه، به نظرم بازار دنبال یه هایه با توجه به این کندل پرقدرت. اگه بخواد واکنش نشون بده، به نظرم میره یه های جدید رو میزنه، اون موقع میاد دنبال یه لو میگرده و اون زمانه که شاید این ترنینگ پوینتی که اینجاست ترنینگ پوینت مؤثری باشه و قیمت بیاد بعده یه رالی شکست به سمت بالا اینجا رو تست بکنه و دوباره به حرکتش ادامه بده. در صورتی میتونه بریزه که اینجا خستگی بایرا رو ببینیم و نشانه های برگشت اون حالت زیگزاگی که تو استراتژی داریم. این چارتی که در حقیقت انتخاب کردم برای این هفته است، به علاوه نفتی که خدمتتون عرض کرده بودم مدت قبل که میتونه حرکت کنه تا 90 دلار. نفت خوب رسیده به 90 دلار و توی هفتگی رسیده به این ضخامتی که راجبش مدت ها صحبت کردیم توی ویکلی و البته اگه من اینو بندازم توی دیلی همین ضخامت رو داریم. روی نفت یه مقدار پایین تر اینجاها که فعلا داره عبور میکنه و بازار میتونه طی هفته آینده همونجوری که میبینین بازار لو زده، های زده، دوباره یه لو زده، داره میره یه های رو تشکیل بده و اگه بخواد بریزه از اینجا به نظرم خستگی بایر رو نشانه های برگشت رو باید بده. اگه با مفاهیمی که توی این تحلیل ها استفاده کردم آشنا نیستی، مثل خستگی، مثل نشانه های برگشت، همین امروز از طریق کانال یوتیوبمون این مطالب رو آموزش ببین و برای هفته آینده آماده شو. هر جسی سالم، تندرست، موفق باشی. یه هفته پر از برکت، پر از موقعیت های خوب رو برات آرزو میکنم. تعداد تحلیل ها پایین بود به خاطر تعطیلی دوشنبه و در طی هفته آینده تحلیل های جامعه تری با تعداد بیشتری رو در اختیارتون قرار میدم. زیر کامنت ها بنویس دوست داری چه جوف ارزی تحلیل بشه که تو تحلیل آینده با اون بررسی بشه.